همه ما به خوبی میدونیم که یکی از ویژگی های آیین نوروزی کینه زدایی است، یعنی دوری از هر کینه و نفرت نسبت به دوستان و خیشانی که با اونها نیز به دلایلی اون رابطه‌مون شکسته شده. و در این ایام در کنار اینکه مراسم نوروز رو ما سپری میکنیم، گویا که مهمانی های آشتی کنون هم هست. البته تا کی این صلح برقرار باشه بین اون دو نفر یا اون چند نفر نمیدونیم، اما میدونیم که در این مراسم عزیزان، اطرافیان، دوستان سعی و تلاش میکنن که بتوانن اون دو نفر، اون چند نفر رو با همدیگه آشتی بدن. هرچند چه بسا که توجهی به علت اون نمی کنن، به چه دلیلی این دو نفر و اون چند نفر با همدیگه اختلاف پیدا کردن و اون رابطه هاشون شکسته شد، فقط یک پلی رو ایجاد میکنن. این پل چیه؟ بوسیدن و هاک کردن. میگن همدیگه رو ببوسید، ماچ کنید و تموم میشه، همه دست میزنن و هنوز اون سوء تفاهم میبینیم متاسفانه برقرار هست. و هنوز چه بسا که افراد با اون کینه و نفرت زندگی میکنن. اما خب میگیم عید هست و چقدر خوبه و چقدر نیکوست و چه آیین بسیار خردمندانه ای هستش که به فصل بهار نگاه میکنیم، به این زیبایی ها، و میگیم بذار زندگی و رابطه هامون هم زیبا بشه. همه ما با زنده یاد حبیب خواننده فکر کنم آشنایی داریم. شعری یکی از شعراش که میگفت یادم اومد و اون رو نوشتم، اعلام میکنه بیا با پاک ترین سلام عشق آشتی کنیم، بیا با بنفشه های لب جو آشتی کنیم، بیا از حسرت و غم دیگه با هم حرف نزنیم، بیا بر خنده این صلح بهار چکار کنیم؟ خنده کنیم، آشتی کنیم. و گویا که حقیقتا ما در صدد این هستیم که بتونیم این رابطه ایجاد بشه و کینه و نفرت از وجود ما دور بشه و توی یک جایگاه درستی اون رابطه عاشقانه رو داشته باشیم. محققین روانشناس و از تحقیقاتی خب متوجه شدن که قهر کردن یک نوع مکانیزم طبیعی در وجود یک انسان هست که در برابر آنچه را که دوست دارن بگن اما شاید جرأتش رو ندارن، اون انتظاری که دارن از طرف و اون شخص اون انتظار رو به عمل نمیاره، واکنششون قهر کردن میشه و این دوری رو به نوعی اعتراض میدونن. شاید براتون خیلی جالب باشه، بیشتر چه کسایی قهر میکنن بین زنا و مردا؟ بیشتر مردا. حالا خدمتتون عرض میکنم بهروز جان، من قراره برم توی خونه‌ای که غیر از زنم دو تا دختر دیگه هست، اجازه بدیم امروز راحت بریم خونم. و خدمت شما عرض کنم بیشتر مردا قهر میکنن، چون زنها بیشتر سخنانشون رو قطع میکنن، صحبت نمیکنن، و این یک فرصتی میشه که زن به خودش میده و این اجازه رو به همسرش میده و یا مخاطبش، همکارش، هر کسی که هست میده تا بتونه دلایل این جدایی و اون نیازی که برطرف نشده رو درک کنه و دوباره وصل بشه. پس زنها اکثرا نمیخوان جدایی ایجاد بشه، ولی مردا چون همه چیز رو میخوان یا هیچی نمیخوان زود قطعش میکنن. البته خب همون گونه که عرض کردم هدفم این نیستش از مردا دفاع کنم، ولی خب من الان باید برگردم برم خونه دیگه، این موعظه که تموم میشه احتیاج دارم. پس قهر کردن یک واکنش و یک اعتراض هست و نه عدم دوستی و رفاقت بین هر کسی. حتی شاعری میگه دوستی را دوست معنی میدهد، قهر هم با دوست معنی میدهد، هیچ کس با دشمن خود قهر نیست، قهری او هم نشان دوستی اوست. و این انتظاری هستش که شخص داره و اون انتظار دلیلی میشه که این واکنش رو داشته باشه. مسلما آرزوی هر انسانی میتواند این باشد که ای کاش
هیچ اختلافی و هیچ رابطه‌ای شکسته نشه. اما از آنجایی که انسان‌ها آزاد آفریده شدن و این آزادی به اون اجازه میده با توجه به نوع تعلیماتی که گرفته توی خانواده، توی جامعه، بتونه برای رسیدن به اهدافی که با خودش آرامش و شادی و قوت و پیروزی میاره و این نیز احساس خوبی رو به اون میده، و یا برعکس چون تجربه کرده که در مسیر زندگی شکست ها داشته، مشکلات داشته، سختی ها داشته، پس بنابراین این موقعیت و مبارزه در برابر او هستش و به نوعی میتونیم بگیم به اختلافات هم خواهد رسید و این اختلافات به نوعی میخواد کمک اون بکنه که به مصلحت دلش، آرزوهای دلش برسه. از همون ابتدا ما در کتاب پیدایش شاهد بر این هستیم که آدم و حوا نمونه افرادی هستند که با توجه به اینکه به خدا قول داده بودن از درخت نیک و بد و حیات نخورن، اما خوردن، و این نشون میده که اونها از آزادیشون استفاده کردن و اختلاف نظر داشتن گویا با خدا، اما قبل از اون نشستن با خدا صحبت کنن چرا ما نباید از این درخت بخوریم. و این انقدر ادامه پیدا میکنه تا جایی که میبینیم وقتی که اون عهد شکسته میشه، رابطه عمیق انسان با خدا نیز شکسته میشه، و بعد شاهد بر این هستیم که میبینیم گویا بین آدم و حوا نیز یک مشکلاتی ایجاد میشه و آدم اعتراض میکنه به خدا، میگه تقصیر من نبودش، تقصیر این زنیه که تو برای من آفریدی و این بود که از میوه اون درخت داد. در اصل آدم داره اون نظرش رو که مخالفتش هست به خدا میگه، به زنش هم داره میگه، تازه مخالف خودش هم شده چرا که از اون میوه گرفته خورده. پس اینکه انسان‌ها اختلاف نظر دارن کاملا طبیعی هست، اینکه ما یونیک هستیم کاملا طبیعی هستش، و بازم اگر سیر کتاب مقدس رو نگاه کنیم میبینیم بچه‌های آدم و حوا، هابیل و قائن نیز در این دام گرفتار میشن. هابیل که کاملا طرز تفکرش با قائن برادرش متفاوت بود، چرا که اون چوپان و گلدار بود و هابیل نیز اهل کشاورزی و حتما مزرعه ای از خودش داشته، اما به خاطر آن نوع هدیه دادن اختلافاتشون به جایی میرسه که قائن حتی برادر خودش رو میکشه. ابراهیم نیز با لوط میبینیم سر شعبانانی که گوسفندا رو داشتن به اختلاف میرسن و از هم جدا میشن. سارا و هاجر نیز با توجه به اینکه این سارا بود که هاجر رو برای به عنوان همسر دوم انتخاب میکنه، حالا یا به عنوان کنیزی که بوده میده به ابراهیم و یا صیغه‌اش میکنه به موقعیت اون زمان، میبینیم که با هم دیگه چگونه اختلاف عمیقی پیدا میکنن. اسحاق و اسماعیل که برادران ناتنی بودن این اختلاف رو داشتن، و یعقوب و عیسو، یوسف و برادرانش، موسی و برادران و خواهرش و برادرش، و همچنین با رهبرانش میبینیم 10 تا از رهبران موسی کاملا مخالف تز فکری موسی شدن با توجه به اینکه موسی فکرش فکر خدا بود، به اندیشه آنچرا که خدا به او گفته بود داشت انجام میداد، اما رهبران 10 تا از رهبران با او مخالفت میکنن. ایلی که خادم خانه خدا هستش با مخالفت پسراش روبرو میشه و میبینیم که پسرای ایلی برخلاف کلام خداوند انجام میدادن. داوود پادشاه و برادرانش که مانع این میشدن که داوود بره برای جنگ و با جولیات به جنگ، و بعد پادشاه شاول و بعد ابوشالوم پسرشو، و بعد اختلافایی که حتی ما میبینیم گاهی رسولان با خود مسیح داشتن، مانند پتروس. اتفاقا در همین روزا، این روزا گواه اون کاری هست که پتروس کرد. پتروس در برابر عیسی مسیح ایستاد، گفت اجازه نمیخوام بدم تو بری وارد اورشلیم بشی. درست دوستش داشت،
اما یک نوع مخالفتی بود که در برابر مسیح انجام داد. و بعد میریم جلوتر، اعمال رسولان هم ما شاهد بر این هستیم که میبینیم رسولان هم گاهی با هم مخالفت میکردن. پولس رسول با مرقس مخالفتشون به جایی میرسه که حتی از همدیگه جدا میشن و این مخالفت ها و این ضدیت ها به نوعی هنوز هستش، توی خانه ها هست، توی محل کار هست، توی کلیسا حتی هستش، هیچ فرقی نمیکنه، چون ما انسان هستیم و بر اساس اون آزادی میتوانیم موقعیت فکریمون رو متفاوت با دیگران تنظیم کنیم. توی اشعارمون هست، توی داستانها، توی افسانه‌ها، گاهی در گوش همدیگه میگیم فلانی اینو به من گفت، این کار داره میکنه، اینجوری هم هستش. شاعری نیز اعلام میکنه: دوستی با هر که کردم، فکر کنم بقیه‌اش همه میدونیم، خصم مادرزاد شد، آشیان هر جا گرفتم خانه صیاد شد، آن رفیقی را که با خون جگر پروردمش، وقت مردن بر سر دار آمد و جلاد شد. این اشعار از وجود درونش افرادی میاد که این تلخی بی‌اعتمادی رو از عزیزانشون دیدن. چرا که زمانی که اختلاف به اوج خودش میرسه و اون رابطه شکسته میشه، بزرگترین آسیبی که انسان‌ها میخورن بی‌اعتمادی هستش و این کار شیطان هست. و ما به خوبی میدونیم که شیطان یکی از نام‌های او مدعی برادران هست، یعنی بر علیه رابطه‌های عاشقانه عمل میکنه. پس باید این هوشیاری رو نیز داشته باشیم و اجازه نمیده این اعتماد بر رابطه‌های عشق و دوستی قرار بگیره. مزمور 41:9 رو میخونم. داوود پادشاه اعلام میکنه: حتی بهترین دوست من که به او اعتماد کامل داشتم، یعنی کاملا میدونستم اون کی هست، کاملا خودم رو به اون میسپارم، یه اعتماد کامل. ما میگیم اعتماد کامل به کی داریم؟ به خدا داریم. ولی داوود پادشاه می دوستی رو داره معرفی میکنه، میگه من کاملا به اون اعتماد کامل داشتم. آن کس با من نان میخورد، یعنی سر یک سفره میشستیم، علیه من برخواسته است. و بس میبینیم که این شعری که گفتم تنها صدق نمیکنه برای ایرانی ها. گاهی هستش که ما موقعیت های مختلف هنجر و هنجرهای زندگیمون رو که میبینیم میگیم ما ایرانی ها اینیم، ما ایرانی ها اینیم. عزیزان همه همینجور هستن، همه تو جایگاه های ایستادن گاهی که جایگاه های درست نبوده و باید آموخت، مطابق آنچه که کلام خداوند به ما این برکت رو میده که بتونیم زندگی سالم رو بیاموزیم. حتی خواهران دوقلو، برادران دوقلو که در یک رحم رشد کردن، بزرگ شدن، به توسط والدین رشد کردن، با یک پدر و مادر رشد کردن، ما میبینیم که بین دوقلوها نیز اختلاف هست، بین دوقلوها نیز حرف و حدیث هستش و حتی رابطه ها شکسته میشه و نمیتونن رابطه خوبی داشته باشن، مانند یعقوب و عیسو که دو برادر دوقلو بودن. و با توجه به این که کنار هم بزرگ شدن، بوی همدیگر رو میشناختن، اما میبینیم که در این موقعیت شرایطی ایجاد میشه که یعقوب که یعنی معنیش هیلگر، هیله به کار میبره و به برادر خودش که عیسو از خودش بزرگتر بوده نیز اون رو فریب میده و نسبت به نیازش با یک کاسه آش چیه اونو میخره؟ نخست‌زادگی شد. بعد به کمک مادرش میبینیم برکتی که خداوند برای او مهیا کرده بود رو نیز میره میگیره و دل عیسو رو میشکنه. شاعری اعلام میکنه: دلدار مرا گفت چرا غمگینی؟ غمگین کدام دلبر شیرینی؟ برجستم و آینه به دستش دادم، گفتم که در آینه کرا میبینی؟ گاهی اینگونه هم دلهای همدیگر رو به راحتی میتونیم بشکنیم، اما اگر یاد بگیریم چگونه رفع سوء تفاهم کنیم، مانند یعقوب و عیسو تو یک رابطه اشتباه اونقدر قرار نمیگیریم که شکسته بشه. چرا که بعد از اون
عیسی تصمیم میگیره برادر خودش رو بعد از مرگ پدرش بکشه و به کمک مادرش فرار میکنه و میره در سرزمین دیگه با خیشان خودش ازدواج میکنه، دوتا زن رسمی میگیره، دوتا هم صیغه‌ای میگیره، از کنیزها و صاحب فرزندانی میشه و با توجه به اینکه حقیقتاً صادقانه دیگه یعقوب زندگی میکنه، یعقوب دوباره اونجا به یک اختلافاتی میرسه و این میبینه پلهایی که درست شده داره شکسته میشه و بین پدر زنش هستش که مدام از موقعیت و صداقت یعقوب سوء استفاده میکنه و یعقوب تصمیم میگیره به اتفاق خانوادش مهاجرت بکنه، ولی پدر خانوم یعقوب نیز او رو تعقیب میکنه تا بتونه حالا بگیرتش، بکشتش، هر چیزی که در ذهنش بود. اما اتفاق زیبایی بعد از این میفته و این اتفاق این بود که یعقوب و پدر زنش بالان اینها میشینن با هم صحبت میکنن. وقتی صحبت میکنن با هم دیگه قول میدن، عهدی رو میبندن و همین صحبت کردن و همین عهد دلیلی میشه که اینها بتونن به نرمی و با صلح و عشق از همدیگه جدا بشن، دیگه با کینه و نفرت جدا نمیشن. اما هنوز یعقوب خیلی موقعیت‌های دیگر رو خراب کرده و در گذشته رابطه شکسته خودش و بین خودش و عیسو. حالا مسیری که داره یعقوب میره مسیری هستش که عیسو اونجاست و عیسو هم قسم خورده بوده که برادرم رو میکشم. یعقوب گذشته از این که از طرز فکر انسانی خوب استفاده میکنه، چه اشکال داره اگر ما فکر میکنیم میتونیم همدیگر رو حتی به طریق انسانی و خردمندانه محبت کنیم، بسیار عالیه، این کار رو انجام بدیم. عذر میخوام، به دل نگیرید، گاهی برای فریب دادن از این طرز فکر رو استفاده میکنیم. چقدر بهتر که برای صلح استفاده کنیم از حکمت و خردی که خدا به ما داده. اما قبل از این که برسه برادرش، اتفاقی که میفته و دلیلش خود یعقوبم میشه، با اون دل شکسته خدا رو ملاقات میکنه و وقتی که خدا رو ملاقات میکنه اونجا هستش که خداوند به او کمک خواهد کرد که بتونه تو یک جایگاه درستی بیسته. در پیدایش 32:27 میخونیم که اعلام میکنه آن مرد پرسید، آن مرد خداونده، اسم تو چیست؟ یعقوب گفت اسم من یعقوب هست، همون گونه که عرض کردم یعنی هیلگر. آن مرد گفت بعد از این اسم تو یعقوب نخواهد بود. وقتی که ما مسیح رو ملاقات میکنیم، وقتی ما خداوندمون رو ملاقات میکنیم، اینو بهتون بگم دیگه، در مسیح همه چیز تازه میشه، خلقتی تازه، فکر من، ذهن من، کینه ها، نفرت ها همه شسته خواهد شد، روش درستی به من داده میشه برای رابطه درست که این پل ها و این رابطه ها شکسته نشه. تو با خدا و انسان مبارزه کردی. عیسی مسیح کاملا الوهیت الهیه و کاملا انسان بود و پیروز شدی، پس بعد از این اسم تو اسرائیل خواهد بود، یعنی شاهزاده. و یعقوب در حضور آرامش آرامش شد. اندیشمندی اعلام میکنه آرامش تنها از آرامش نشأت میگیره. یعقوب جایی رفت که کمال خوشی ها بودش و اندیشمند ایرانی اعلام میکنه رسیدن به راستی چندان سخت و پیچیده نیست، کافیست کمی خوی کودکانه بگیریم، یه خورده از اون غرور تجربه بیام پایین تر، دانشم بیام پایین تر، حق با منه بیام پایین تر و برم در حضور خدا. و خدا که در کنار شکست دلان هست، دل شکسته من و تو رو تسلی میده، آروم میکنه و در این آرامش هستش که ما میتونیم رابطه هامون رو خوب نگه داریم و میتونیم حقیقتاً در جایگاه درست قدم برداریم. اختلافات در بین مخالفین همون گونه که عرض کردم طبیعی هستش، در بین مخاطبین عذر میخوام طبیعی هست، اما ادامه اون متاسفانه باعث جنگ و جدل خواهد شد و اینجا هستش که ما نمیتوانیم تو یک جایگاه درستی
قرار بگیریم. پس باید طرز تفکر و ذهنیت من عوض بشه. طرز تفکر ما برای زندگی چی هست؟ هدف من برای زندگی چی هست؟ هدفم رو میدونم یا نه؟ نوع زندگی شما، رابطه های شما به چه دلیلی هستش؟ از چه نگاهی داری اونجا رو نگاه میکنی؟ زندگی تو میبینی؟ اگر شفاف کنی، مسلم بدون که توی یک جایگاه درستی قرار خواهی گرفت. در غیر این صورت هم به خودت هم به دیگران آسیب خواهی زد. شخصی از جلوی یک ساختمونی که داشتن میساختن رد میشه و نگاه میکنه چند تا کارگر دارن کار میکنن و رو میکنه به یکی از کارگرا، میگه ببینم چی دارید اینجا میسازید؟ میگه ای بابا، از رو بدبختی و بیچارگی اینجا آجر میذاریم، روی آجر یه پولی بگیریم بدیم به زن و بچه‌مون بخورن نمیرن. باز جوابشو نمیگیره، میره به نفر دوم میگه، میگه هیچی، داریم یه ساختمون میسازیم، کلیسا میخواد بشه، اینا بسازیم، بالاخره ما میگه حقوقی بگیریم و زندگی کنیم، میگه امور زندگیمون بگذره دیگه. میفهمه خب کلیساست، ولی باز جواب مطلوبی نمیگیره. نفر سوم میره میبینه و به اون میگه ببینم چی دارید اینجا میسازید، چه کار دارید میکنید؟ میگه هیچی، داریم یه کلیسا میسازیم که این کلیسا مکانی بشه برای مردم که توش بیان امنیت و آرامش و تسلی بگیرن، بیان هدایت بشن، بیان نجات پیدا کنن، بیان رستگار بشن، بیان اگر نیازی دارن این کلیسا موقعیتی باشه نیاز اونها رو برطرف کنه. چقدر متفاوت هست نگاهمون به زندگی و نگاهمون به شرایط و نگاهمون به مخاطبینمون که در برابر ما هستن چگونه هستش. و معمولا سه نکته هستش که میتواند آسیب به اون رابطه های ما بزنه. لطفا در این قسمت توجه کنید. اولین نکته ناآگاهیه نسبت به هدف خلقت، نسبت به اولویت زندگی من که زندگی رو تشکیل دادم، که در فکر تشکیل زندگی بزرگتری هستم، در موقعیت رابطم با همکارانم با دوستانم قرار گرفتم که چگونه میتونم باشم. من که میدونم، شما خوب میدونید که هدف مقدس خلقت متی 5:48 میگه کامل شوید همچون خدای پدر. در پیدایش هم همین رو داره میگه که خدا انسان رو آفرید تا شکل خدا بشه. پس اگر ما در اون بُعد هستیم، میباید باز از همون بُعد مسائل رو نگاه کنیم، موقعیت ها رو ببینیم نسبت به شرایط زندگیمون، که اگر من با آگاهی کامل حرکت کنم، مسلماً درک و تحمل و محبت و فداکاری در من عمل خواهد کرد. اما سوال این هست، آیا من در این رابطه که قسمتی منافع من میتونه باشه و قسمتی دوست من هست، همسر من هست، همسایه من هست، همکار من هست، همکلیسایی من هستش، هموطن من هست، اگر احیاناً این رابطه به شرایطی برسه که بخواد آسیب بخوره، من در اولویت حاضر هستم کدومو قربانی این رابطه کنم؟ آیا منافعمو قربانی کنم و یا دوستیمو، همسایمو، همسرمو، هموطنم رو قربانی کنم؟ این جایگاهی هستش که ما رو میتونه توی موقعیتی قرار بده که کاملا شرایط من رو برای داشتن یک رابطه خوب و یا یک رابطه شکسته نیز نشون بده که من در چه موقعیتی هستم. اگر احیانا اجازه بدم ویروس های ضد محبت در زندگی من تسلط داشته باشن و به من آسیب بزنن، این ویروس ها چی هستن؟ 7 نکته رو میگم با تکی تو ذهنمون بمونه: ترس، طمع، تنپروری، تنفر، تدبیرهای اشتباه که همون بدبینی هستش. و بدبینی یکی از موضوعات خیلی مهمه که متاسفانه رابطه ها رو میشکنه. اندیشمند اعلام میکنه بدبینی در هیچ جنگی پیروز نمیشه. پس با بدبینی ما نمیتونیم یک رابطه خوب با دیگران داشته باشیم. توقعهای بیجا و همچنین تکبر که دلیلی خواهند شد که من به هدف اصلی که دوستی من هست، همسر من هست، همکار من هست،
هموطن من هستش و تمام کسایی که به عنوان مخاطب در برابر من قرار میگیرند، من اونها رو فدای منافع خودم بکنم. و این تعریف کلام خدا نیست و این تعریف محبت هرگز نبوده. ما در کتاب پیدایش 2:18 میخونیم که کلام خدا میگه خوب نیست انسان تنها باشه. چرا میگه خوب نیست انسان تنها باشه؟ شاید تصور ما بر این هستش که خب فرمول دنیا تز و آنتیتز و سنتزه، پس بنابراین باید یک زنی هم کنار یک مرد قرار بگیره و خداوند هم گفته تکثیر شوید به این وسیله زیاد بشه. آیا خدا نمیتوانست که این فرمول عوض کنه، تحت این فرمول نباشه از این به بعد؟ حتما میتوانست، چون تز و آنتیتز و سنتز هم خودش خدا، این فرمول خود خدا داده به انسان. اما هدف خدا محبت، ذات خدا محبته. من هرگز به تنهایی نمیتونم محبت رو، فعل محبت رو تعریف بکنم. همون گونه که یوحنای رسول بسیار زیبا میگه در یکی از نامه‌ها، میگه چگونه میتوانیم آنانی رو که میبینیم محبت نکنیم ولی خدایی رو که نمیبینیم محبت کنیم؟ مانند این هستش که من خیلی تشنه هستم، اما شما به جای اینکه یک لیوان آب نوشیدنی به من بدید، یه لیوان خالی به من بدید، هیچ نوشیدنی هم توش نباشه. پس محبت زمانی تعریف درست داره که من بتونم با مردم در روبرو باشم. من نمیتونم از مردم خودم رو دور کنم و بگم که من یک شخصی هستم که میخوام یک رابطه عاشقانه و محبتانه آنگونه که کلام خدا میگه داشته باشم. در امثال 17:17 میخوانیم که اعلام میکنه دوست خالص در همه اوقات محبت مینماید، در همه اوقات، و برادر به جهت تنگی مولود شده است. یعنی حقیقتا اگر برادر یوسف توی این کلیسا هست، خدا اجازه داده برادر یوسف اینجا باشه، من برادر یوسف رو محبت کنم، ایشون منو محبت کنه. و تک تک شما عزیزان، وجود شما، حضور شما در کلیسا، در خانه، در محل کار، تعریفش اینه که ما همدیگر رو محبت کنیم. تعریفش این نیستش که من منافع خودم رو بخوام. بیزینس بد نیست، اما در مسیر بیزینس هم باید هوشیار باشیم چه چیزی رو داریم قربانی میکنیم، و اگر جایگاه اون رو بدونیم، مسلما بهترین شرایط رو برای یک رابطه خوب با مخاطبمون خواهیم داشت. باز نویسنده ای اعلام میکنه، پرسیدم دوست بهتر است یا برادر؟ گفت دوست برادری است که آدمی او را مطابق میل خود انتخاب میکنه. بس فرقی نمیکنه. حتما نباید از نظر موقعیت ژنتیکی من با یک کسی برادر و یا خواهر باشم، چرا که عیسی و یعقوب بودن اما همدیگر رو نتوانستن محبت کنن. بعد از ناآگاهی، موضوع بعدی، نکته دوم، ناسازگاری هست. یعنی عدم درک درست از شرایط اون شخص مخاطب و عدم میل یاری نمودن برای حفظ رابطه ها. یعنی این که من میگم مرغ یه پا داره، چه شما گفتید پس؟ نگید دیگه قرارش. میگی مرغ یه پا داره و آنچه را که من دوست دارم من باید انجام بدم، من کار دیگه هم نمیتونم. من همینم. ما در مسیحیت من همینم نداریم، نمیتونیم اینگونه باشیم و بخوایم محبت کنیم. یک مثال ارمنی میگه دوست به سر نگاه میکند و دشمن به پا. اگه میخوایم رابطه هامون رو درست کنیم، باید هوشیار باشیم نگاه ما، برخورد ما چگونه هستش. و یک مثال آذری هستش که میگه باغبان برای یک گل نوکر صدها خار میشه، چون ارزش داره. عزیزانی که در روبروی ما هستن گلهای زیبا و خوشبو هستن که خداوند به ما داده، در هر جایگاهی که هستن. از این رو هست که کلام خداوند ما رو منع میکنه به دشمنان خود لعنت بفرستیم و به ما میاموزه که میباید دشمنان خودمون رو محبت کنیم و در این وضعیت توی یک جایگاهی قرار بگیریم که اونها رو در ابتدا درک کنیم. چرا که وقتی درک نمی کنیم، اونجا هستش که خشم و عصبانیت بر من حاکم خواهد شد، و چون خشم و عصبانیت بر من حاکم میشه، باعث کدورت میشه و این کدورت هست که رابطه ها رو از بین میبره، دوستی ها رو از بین میبره، حتی وجود من رو تلخ خواهد کرد، جسم من رو نیز مریض خواهد کرد.
در امثال 12:25 میخونیم که اعلام میکنه کدورت دل انسان او را منحنی میسازد، اما سخن نیکو او را شادمان خواهد گردانید. و شاعری نیز اعلام میکنه در زمان صلح اون انسان هایی که دوست ندارن این رابطه ها انجام بشه، رابطه درستی داشته باشه، میگه در زمان صلح انسان جنگجو به جان خودش میفته. شده این اتفاق برای خودمون بیفته؟ هی خودمون به خودمون غر میزنیم. بعضی موقع بلند غر میزنیم به خودمون، از دست یکی ناراحت هستیم یا به اون داریم تو فکرمون غر میزنیم، کسی هم که کنار ما هست اون میشنویم، میگه به من هستی؟ میگه نه به تو نیستم، به یکی دیگه دارم میگم. با خودش میجنگه. زمانی که هدف نداریم که بتونیم این رابطه رو حفظ بکنیم و در جایگاه درستی قرار بگیریم. چرچیل وقتی با یک زنی بحثش میشه، روی خشم و عصبانیت اون زن میگه اگر من همسر تو بودم زهر میریختم توی نوشیدنی تو که بخوری و بمیری. چرچیل هم یه نگاه ساده میکنه، میگه اگر حقیقتا منم همسر تو بودم 100% اون نوشیدنی رو میخوردم. اگر ما بخوایم با خشم و عصبانیت رفع مشکلاتمون رو بکنیم، اینو بدونیم که نتیجه خشم و عصبانیت بازم خشم و عصبانیت خواهد شد. پس نکته اول چی بود؟ ناآگاهی. نکته دوم ناسازگاری. این رو میگم تکرار که هوشیار باشیم توی رابطه هامون. اما نکته سوم نامهربانی هستش. نامهربانی که هرچند شاید با الفاظی ریاکارانه و چابلوسانه بتونه در یک رابطه همراه باشه، اما چون حقیقی نیستش، متاسفانه دلیلی خواهد شد که تمام اون میوه‌های سلامتی ازش دور بشه. پس در این رابطه ما میبینیم، باز به 7 نکته میخوام اشاره کنم که این 7 نکته خوبه، اما در جایگاهی که من نامهربان هستم بد عمل میکنه. یعنی در این رابطه تشویق نیست، لذا تشویق باید باشه، تعهد نیست، تسلی تو زمان غم و اندوه نیست، تمجید تشکر در زمانی که یک محبتی انجام میدن نیست، تدبیر درست نیست، خردمندانه نیست، توبه که همون پوزش هست زمانی که ما اشتباه میکنیم نیست، و توکل به خدا نیستش. همه ما با این شعر آشنا هستیم. گر نگهدار من آن است که من میدانم، شیشه را در کنار سنگ یا بغل سنگ نگه میدارد. همه ما این رو میدونیم. پس اجازه بده رابطه شکست خورده تو بده تو دست خدا، و یه رابطه که هنوز شکست نخورده میبینی خطر شکست خوردن داره، چرا توکل به خدا نمی کنیم اون موقع؟ آیا توکل به خدا این هست که من انجام بدم یا خدا در من انجام بده؟ اگر ما به این شعر ایمان داریم، اگر ما به کلام خدا ایمان داریم، میباید همین گونه عمل کنیم. لذا پولس رسول در نامه اول قرنتیان 13:4-7 برای یک رابطه درست و محبت حقیقی این گونه اعلام میکنه: محبت حلیم و مهربان است، پس رابطه من باید همین گونه باشد. محبت حسد نمیبرد، محبت کبر و غرور ندارد، اطوار ناپسند ندارد و نفع خود را طالب نمی شود. یعنی اجازه نمی ده که دوستی ها، محبت ها قربانی منافع بشه. خشم نمی گیرد، سوء زن ندارد، از ناراستی خوشوقت نمی گردد، ولی با راستی شادی می کند. در همه چیز صبر می کند و همه را باور می کند. در همه حال امیدوار می باشد و هر چیز را تحمل می کنه. این پندی هست که ما به توسط روح القدس می توانیم انجام بدیم، قوت خدا می تونیم انجام بدیم. شکسپیر اعلام می کنه بر این باورم که سرنوشت انسان را فقط محبت می تونه مشخص بکنه. و اندیشمندی اعلام می کنه از محبت هدر رفته سخن نگو، هیچ موقع محبت از بین نخواهد رفتش. و سلیمان در غزل غزلها اگر اشتباه نکنم 8:6 اعلام میکنه محبت از مرگ زورآورتر هستش.
محبتی که از خدا میاد، محبتی که من رو به خدا بس میکنه، محبتی که با یک ملاقات با خدا شروع میشه و در اون جایگاه هستش که من میتونم اون رابطه عاشقانه رو داشته باشم. و شاید در ذهن ما افرادی همین الان هستن، حالا شما رو نمیگم، شاید کسای دیگه هستن، شما فکر نکنم از این فکر را بکنید الان که کسایی هستن نه با این من نمیتونم رابطه برقرار کنم، این با این قهر کردم نمیتونم. حق داری، حق داری. بعضی از رابطه ها اونقدر خراب شده نمیتونی نزدیکش بشی. اما کلام خداوند به ما میاموزه مطابق آنچه را که به عنوان عزمی دوباره یک ماه داریم میریم، با عزمی دوباره سعی تو بکن، تلاش تو بکن برای صلح، تلاش تو بکن که این رابطه شکسته دوباره برقرار بشه. قابل درکه که ما نمیتونیم همه رابطه های شکسته رو دوباره صلح بدیم، اما میتونی براش دعا کنی، دعا کن. میتونی ببخشیش، ببخشش. ببخشیم فراموشی نیست، هرگز ما نمیتونیم فراموش کنیم. خدا هم هرگز ما فراموش نکرده گناه ما رو، هرگز. خدا به یاد نمیاره، ما نیز نباید به یاد بیاریم. رله نکن، وقتی که دیدیش توی مهمانی، توی کلیسا، توی یک جایگاهی، بلا فاصله تو ذهنت نگو اخ اخ این با من بدی کرد، این اینو به من گفت، این تمام. اصلا هیچی فکر نکن، نمیتونی فراموشش کنی، اما رلش نکن، به یاد نیار. چرا که اجازه نمیده این پل توی جایگاه درستی قرار بگیره. باز اندیشمندی اعلام میکنه در ذهن خود افکار خوش بپروران، زیرا هرگز فراتر از افکارت ترقی نخواهی کردش. اما یاد بگیریم که سعی و تلاش کنیم. خدا و کلام خدا هم این درک رو داره نسبت به ما که ما تحملمون اندازه داره. در رومیان 12:18 که بازم خواهیم خوند این آیه را، اعلام میکنه حد الامکان تا آنجا که مربوط به شماست با همه مردم در صلح و صفا زندگی کنید. نمیگه به زور، چون چیز زوری بازم ریاست، اون محبت نیستش. قلبت این گواهی رو بده که او رو دوست داری و شفا ایجاد شده باشه، و این موقع هستش که ما میتونیم توی جایگاه درست قرار بگیم. حالا میگی من ضعیف هستم، من در ضعف هستم، برو در حضور خدا من مسیح رو ملاقات کن، و اونجا هستش که قلب تو رو شفا میده، رابطه تو رو ایجاد میکنه نسبت به هر کسی که در برابر تو هست، تو رو شفا خواهد داد. همه عزیزان بروشور دارید، اونا که بروشور ندارن لطفا دستشون بره بالا، سپاسگزارم که عزیزان رو بروشور بدید بهشون. بریم با هم دیگه نامه دوم قرنتیان 12:9-10 رو داشته باشیم. بفرم. مرا گفت فیض من تو را کافی است، زیرا که قوت من در ضعف کامل می‌گردد. پس در زمانی که من خدا رو ملاقات می‌کنم، به قوت روح القدس هست که این فیض خداست، شامل تسلی من میشه، آرامش من میشه، حکمت من میشه که چگونه عمل کنم تا این رابطه بتونه پایدار باشه. بله. پس به شادی بسیار از ضعف‌های خود بیشتر فخر خواهم نمود تا قوت مسیح در من ساکن شود. بنابراین از ضعف‌ها و رسوایی‌ها و احتیاجات و زحمات و تنگی‌ها به خاطر مسیح شادمانم، زیرا که چون ناتوانم آنگاه توانا هستم. آمین، آمین. میتونیم برای این قسمت کلام دست بزنیم. میگه تا قوت مسیح در من عمل کنه، نه تجربه من، نه آنچه را که افکار منو پریشون کرده و این رابطه رو شکونده، بلکه قوت خداوند بیاد منو آروم کنه. حداقل هزاران بار تجربه کردم بعد از ایمانم که چقدر دل من شکسته، ولی وقتی رفتم در حضور خدا، فقط خداوند با قلب من شاید یکی تو جمله صحبت کرده، من متقاعد عقلم نشدم، اما حقیقتا با تمام وجود آنچه را که خدا من گفت و انجام دادم، با عشق انجام دادم، چون این قدرت خدا بود که بر افکار من تسلط دیگه پیدا کرد و نه نقطه ضعف های من.
و دلایل و توجیهات من که این رابطه باید شکسته بشه. پس باز برای درمان این رابطه ما نیاز داریم که از عیسی مسیح استفاده کنیم. داستانی رو من فکر کنم در طول این 10 سال داستان اون نجار رو حداقل فکر کنم 10 بار گفتم. میدونید کدوم داستان رو میگم؟ اونا که میدونن دستا بره بالا، هیچ کس نمیدونه. میخواستم بگم اونا یه نفر اون دستش رفته اون بالا، پس به اینا بگو، به اینا بگو که نمیدونن چون وقت نداریم. شوخی میکنم. دو برادر که یک مزرعه از پدر به اونها ارث رسیده بود، اینها سر یه موضوعی اختلاف پیدا میکنن و برادر کوچیک میاد نهری میزنه بین این زمینشون که کاملا جدا کنه این مزرعه رو. و مدت ها میگذره از این موضوع. یک روز یه نجاری از اون کنار اون مزرعه رد میشده و میره به برادر بزرگتر میگه، میگه من کارم نجاریه، کار نجاری داری من اینجا انجام بدم؟ میگه آره اتفاقا دوست دارم دور مزرعه منو حصار بزنی، منم الان دارم میرم شهر، 2-3 روز دیگه برمیگردم، این زحمتشو بکش. میگه باشه. وقتی برمیگرده نگاه میکنه هیچ حصاری نیست، تعجب میکنه، میگه چرا حصاری نزده؟ میره نگاه میکنه به جای حصار روی نهر پل زده. و همین که میره پاش میذاره روی پل، میبینه برادر کوچیکه میدوه با اشک، برادر بزرگه رو بغل میکنه و میبوسه، میگه منو ببخش، من نهر زدم ولی تو پل زدی، من واقعا از تو عذر میخوام برادرم که تو اینطوری محبتی رو داری. و بعد برادرم بغلش میکنه، همین که برمیگرده بره به اون نجار پولشو بده، میبینه اون نجار داره میره، داد میزنه میگه کجا داری میری؟ میگه پلهای دیگه هم باید بسازم. اون کی بوده؟ عیسی مسیح، کاهن اعظمه. کاهن یعنی پلساز. میدونید من و شما امروز کاهن هستیم؟ ما باید این رابطه ها رو ایجاد کنیم. ما اجازه نباید بدیم بین دوستانمون اگر کسی این رابطه ها رو شکونده، این رابطه ها شکسته بمونه. باید دعا کنیم، از خدا بخوایم، یا توی خانوادهمون یا توی فامیلمون این رابطه ها نیز برقرار بشه. اندیشمندی اعلام میکنه دوست یعنی کسی که گذشته تو را درک میکند مانند مسیح، آینده تو را باور دارد یعنی مانند مسیح، و امروز تو را همونطور که هستی میپذیره یعنی مانند مسیح. مانند نامه عبرانیان که اعلام میکنه عیسی مسیح دیروز امروز و فردا همان هست، هیچ موقع عوض نمیشه، و اون این قوت رو به ما خواهد داد که ما رابطه هامون رو داشته باشیم. حتما کتاب‌های بسیاری بخونید برای اینکه رابطه‌ها شکسته نشه. حتما سمینارهای روانشناسی رو برید. حتما این کارا رو بکنید. اما اینو بدونید برای اینکه رابطه‌تون با اونها که شکسته شده سفت و محکم قرار بگیره، از خود نجار عیسی مسیح کمک بگیرید تا پل زیبایی رو بزنه. پل که بزنه این توجیهات، این مشکلات، این تلخی‌ها زیر پل است و ما روی پل رد می‌شیم. ولی ما با روانشناسا که خیلی خوبه، تایید میکنم، با متخصصین خیلی خوبه، شما رو از روی پل نمیبرن، شما رو از توی مشکلات میبرن و بعد دوباره خسته میشید برمیگردید و آسیب میخورید. از این رو هستش که تشویقتون میکنم اولین قدم رو با مسیح برداریم. بریم با هم دیگه نامه رومیان 12:9-21. عزیزانی که تازه تشریف آوردن اگر بروشور نداره دستاتون بره بالا، نفری $500 بگیرید ازشون. شوخی کنم. و چقدر قسمت مالی چقدر خوشحال میشه این موقع. من بعد در روبن با اینکه اونجا تاریکی دارم میدم میخنده. بله. نامه رومیان 12:9-21 رو داشته باشیم. محبت بی ریا باشد. از بدی نفرت کنید و به نیکویی بپیوندید. با محبت برادرانه یکدیگر را دوست دارید. آمین. و هر یک دیگری را بیشتر از خود اکرام بنماید. خب اگر ما تو همین محبتی که داره پولس رسول اعلام میکنه ما سوء تفاهم ایجاد میشه، چه کار کنیم؟ خب سوء تفاهم ایجاد میشه، چرا قهر میکنی؟ چرا فرار میکنی؟ عذر میخوام، منظورم شما نیستین، آمریکایی‌ها رو میگم، ما ایرانی که اهلش نیستیم. چرا غیبت میکنی؟ چرا میری پشتش حرفایی میزنی؟ چرا تهمت میزنی؟ خب برو بشین در برابرش باهاش صحبت کن، حرفتو بزن و مطمئن باش که موضوع حل خواهد شد و رفع خواهد شد و این گونه نیستش که این تلخی در تو بمونه. خسرو شکیبایی اعلام میکنه
عصبانی هستی باش، قهری باش، هر چی میخوایی باش، ولی حق نداری با من حرف نزنی. روح شاد. چرا قطع میکنیم؟ چرا با هم دیگه صحبت هامون رو قطع میکنیم؟ رابطه تو داشته باش. وقتی صحبت میکنی شسته میشی، تمام میشه. بدون اینکه با خود شخص صحبت کنی، چرا میری با یکی دیگه صحبت میکنی؟ و این رابطه ها بدتر میشه، شکسته ها خورد میشه. بله. در اجتهاد کاهلی نورزید و در روح سرگرم شده خداوند را خدمت نمایید. آمین. در امید مسرور و در مصیبت صابر و در دعا مواظب باشید. مشارکت در احتیاجات مقدسین کنید و در مهمانداری سائی باشید. برکت به طلبید برای آنانی که بر شما جفا کنند. آمین. برکت به طلبید و لعن مکنید. خوشی کنید با خوشحالان و ماتم نمایید با ماتمیان. حتی کلام خداوند از ما میخواد که قبل از اینکه پرستش کنیم، قبل از اینکه ده یک بدیم، قبل از اینکه کلیسا بیایی، اول برو با کسی که این رابطه ها رو شکوندی اونو صلح بده در آشتی، تا اونجا که میتونیم سعی خودمونو بکنیم. رومیان 12:18 که بازم بهش اشاره میکنه، سعی تو بکن. اگر نمیشه دیگه مشکل شما نیستید. در متی 5:24 میگه هدیه خود را، عیسی مسیح داره میگه هدیه خود را جلوی قربانگاه بگذار و اول برو با برادر خیش آشتی کن و آنگاه برگرد و هدیه خود را تقدیم کن. اول آشتی، چون خود مسیح هم برای همین اومد. عیسی مسیح برای آشتی اومد، اومد تا انسان رو با خدا به صلح برسونه، انسان رو با خودش به صلح برسونه، انسان رو با خلق خدا به صلح برسونه. پس هدف مسیح صلح بود، و اگر ما امروز پذیرفتیم مسیحی هستیم، میباید در صلح قدم برداریم و نباید اجازه بدیم رابطه ها شکسته بشه. بله. برای یکدیگر همان فکر داشته باشید و در چیزهای بلند فکر مکنید، بلکه با ذلیلان مدارا نمایید و خود را دانا مشمارید. هیچ کس را به عوض بدی بدی مرسانید. پیش جمعی مردم تدارک کارهای نیکو ببینید. یعنی گوش کن، اعتراضش گوش کن. اعتراضش چیه؟ حرفش چیه؟ چپ چپ نگات کرد؟ چرا چپ چپ نگات کرد؟ با اخم باد صحبت کرد؟ چرا با اخم باد صحبت کرد؟ درکش کن، کمکش کن. و اونجا هستش که شما محبتی رو داری نشون میدی که مسیح میخواد به توسط شما نشون بده. و وقتی اعتراضش گوش نمی کنی، صحبتش گوش نمی کنی، بازم خود ما آسیب خواهیم خورد، چون بیشتر خودآزاری خواهیم کرد. وقتی رابطه شکسته میشه، رابطه تموم نمیشه. ما خیلی موقع دوستیامون مانند وابستگی میشه، و اگر این دوستی ها رو نداشته باشیم عزیزان، آسیب میخوریم. عکسش رو میبینی به طور خاص روی فیسبوک میری میبینی، روی اینستاگرام میبینی، حالت بد میشه. تو مهمونی ها میبینی، حالت بد میشه. خب داری خودت آسیب میخوری. چرا این رابطه رو به صلح نمیرسونی؟ چرا اجازه نمیدی از این بار آزاد بشی؟ شخصی توی سینما داره وقتی میره بشینه روی صندلیش، میره یه نفر نشسته، بهش میگه دوست عزیز ببخشید اینجا جای منه. میگه کی گفته؟ میگه خریدی؟ میگه باور کن جای منه. میگه مدرک نشون بده. میگه مدرکم اینه که یه بستنی قیفی گذاشته بودم روی صندلی. حالا دیگه تا آخرشو بخونید. بله، بفرمایید. اگر ممکن است به قدر قوه خود با جمیع خلق به صلح بکوشید. آمین. ای محبوبان، انتقام خود را مکشید، بلکه خشم را مهلت دهید. زیرا مکتوب است خداوند میگوید که انتقام از آن من است. آمین. اگر شما حتی جایی هستی که حق با شماست، به شما ظلم شده، به شما ستم شده، تهمت زدن به شما، خواهش میکنم در نام عیسی مسیح اونو به دستای مسیح بسپار. عکس العمل نشون نده. کاری که خدا ازت میخواد انجام بده، کاری که کلام خدا میخواد انجام بده، بهت قول میدم گذشت شما، محبت شما از طرف خدا چنان اون شخص رو ادب میکنه که شما هرگز نمیتونستید این کارو بکنید. بسپار تو دست خدا. خروج 14:14 میگه تو نجنگ، بذار من برات بجنگم. بذار مرد جنگجوی شما خود خدا باشه. بله. انتقام از آن من است، من جزا خواهم داد. پس اگر دشمن تو گرسنه باشد او را سیر کن، و اگر تشنه است سیرابش نما، زیرا اگر چنین کنی اخگرهای آتش بر سرش خواهی انباشت.
مغلوب بدی مشو، بلکه بدی را به نیکویی مغلوب ساز. آمین. آمین. میتونیم برای این قسمت دست بزنیم؟ لطفاً لامپای وسط رو روشن کنیم. بریم به 4 نکته لطفاً. چگونه میتوان با عزمی دوباره در زندگی بر تمام مشکلات پیروز شد؟ چگونه بر تمام مشکلات پیروز بشیم؟ این داده های فکر من نیست، ذهن من نیست، این داده های کلام خداست. نکته اول، هر فکر خسته نیاز به استراحت در حضور خدا دارد تا آرامی یافته و با عزمی دوباره به هدف بیاندیشیم. نکته دوم، هر احساس زخمی، عزیزان احساسهای ما زخمی میشه، باید بدونیم چگونه شفا پیدا کنه. هر احساس زخمی نیاز به مرهم روح القدس دارد تا شفا یافته و با عزمی دوباره به حکمت عمل کند. نکته سوم، هر رویای ناکام، خیلی از رویاهای ما هنوز ناکامه، اما خبر خوش این هستش که رویای ناکام در برابر مسیح نیز به کامیابی خواهد رسید. هر رویای ناکام نیاز به ایمان به وعده های خدا دارد تا امید یافته و با عزمی دوباره به اقتدار سخن گوید. دیگه اینگونه نباشه که با سردی و ناامیدی حرف بزنه. نکته چهارم که آخرین قسمت از درس ما هستش، هر رابطه شکست خورده نیاز به ملاقات با مسیح دارد تا فیض یافته و با عزمی دوباره در محبت حقیقی زندگی کنه. تمام آنانی که مسیح رو ملاقات کردن، عزیزان رابطه هاشون خوب شد. فکر کنید رسولان مسیح، تمام رسولان تو جایگاهی قرار گرفتن، حتی رابطه های بیزینسیشون هم خوب شد. پتروس دیگه نمیتونست ماهی بگیره. وقتی که اجازه داد مسیح وارد قایق او بشه، ما میبینیم که پتروس تو یک زمانی که اصلا وقتش نبود هزاران ماهی میگیره از دریای جلیل. اجازه بده مسیح وارد قایق زندگیت بشه، او رو ملاقات کن. او رو تو کلیسه فقط ملاقات نکن، او رو تو محل کارت ملاقات کن، باهاش وقت بذار تو محل کارت، توی ماشینت باش ملاقات داشته باش، توی خونت باش ملاقات داشته باش، توی ارتباطاتت. برای رابطه هاتون دعا کنید. خواهش میکنم به عنوان فرزندان خدا، مدعی برادران میخواد رابطه های شما رو حتی بین دوستانتون به هم بزنه، چون شما نمونه ای باید باشید. و اون موقع میگن مسیحی ها رو نگاه کنید، این کارا رو میکنن. از خوبیاتون شاید کم بگن، ولی همین که خرابکاری کردید بهتون قول میدم زیاد میگن. خوشت سر مسیح هم گفتن. پس خواهشم اینه، برای رابطت دعا کن، حتی برای همسایه بغلت دعا کن. دست بذار روی دیوار خونت، بگو خداوند از تو میخوام این همسایه منو برکت بده و این رابطه من با اون خوب باشه. برای بچت دعا کن. اگر دعا کنی شیطان به تو حمله نمیتونه بکنه، چون دعایی که در نام مسیح هست قدرت داره. یکی از کسایی که مسیح رو ملاقات کرد در همین روزها بود، در همین روزها، این هفته مقدس که اتفاقایی میفته تو این هفته مقدس، امروز به نوعی مصادف هست با روزی که مسیح وارد اورشلیم شد. میدانیم که روز مبارکی هستش و هر روزی تا میرسیم به پنجشنبه شب، شام خداوند هستش. تشویقتون کنم پنجشنبه با ما باشید لطفاً، چون میخوایم دعا کنیم برای اون روز. جمعه صلیب که درست ما تو سرمون نمیذاریم، گریه نمیکنیم، چون عیسی مسیح مرد و قیام کرد و ما جشن میگیریم. اتفاقاً جمعه صلیب روز خوب ما هستش، ما میدونیم. و روز یک شنبه که قیام مسیح هست، معمولا ما یک شنبه ها قیام مسیح در کلیسا صبح بودیم ساعت 6. متاسفانه کلیسا به ما این فضا رو نداده، همون ساعت 1 هفته دیگه هستیم، چون مصادف شده با جشن نوروز سیزه بدر. پس عزیزان راحت باشید، میخواید پارکی جایی برید، خادمین، هر کسی راحت باشید. ما هم یک مراسم خیلی کوچیک خواهیم داشت، اما عشای ربانی رو خواهیم داشت و کلام خدا، اما همه چیز کوتاه خواهد بود و به شما میپیوندیم هر کجا که توی پارک اگر شما عزیزان رو ببینیم. یکی از کسایی که مسیح ملاقات میکنه زکی هست، زکی باجگیر. زکی باجگیر با توجه به اینکه ثروتمند بود، اما رابطش نه با خودش خوب بود، چون کسی دوستش نداشت، پس خودش هم خودش رو دوست نداشت. نه رابطش با دیگران خوب بود، نه رابطش با خدا خوب بود، چون یهودی ها میگفتن تو نجس هستی. اما وقتی که میره دنبال مسیح و مسیح رو ملاقات میکنه، مسیح از دل ما با خبره. با اینکه زکی رفته و بالای درخت چنار قد کوتاهی داشت، نمیتونست مسیح رو ببینه. وقتی که مسیح اون رو میبینه، میگه امروز من با تو هستم. وقتی میره خونش خداوند رو ملاقات میکنه،
میگه در این خانه نجات هستش. میگه حالا از هر کسی من به زور پول گرفتم، چون از همه پول زوری گرفته بود، حالا چهار برابر میدم. توی شریعت دو برابر باید بدی اگر پولو به زور میگیری، ولی ببینید عجب قدرتی داره محبت مسیح که دو برابر شریعت زکی انجام میده. مسیح رو ملاقات کن تا رابطه هات برقرار بشه، تا اون رابطه های شکسته دوباره جوش بخوره. بهت قول میدم اگر امروز فکر شما این باشه که رابطه شکسته تو بخوای به کمک مسیح جوش بخوره، حتی از قبلش هم بهتر میشه. میدونید چرا؟ شما خوب میدونید، منم میدونم، دست و پایی که میشکنه وقتی که جوش میخوره قوی تر از اون دست و پایی که نشکسته. پس ببر در حضور خدا تا این رابطه جوش بخوره. بریم با هم دیگه آخرین آیه رو نیز داشته باشیم. نامه کلوسیان 3:12-14. پس مانند برگزیدگان مقدس و محبوب خدا، احشای رحمت و مهربانی و تواضع و تحمل و حلم را بپوشید. و متحمل یکدیگر شده همدیگر را عفو کنید. آمین. هرگاه بر دیگری ادعایی داشته باشید، چنان که مسیح شما را آمرزید، شما نیز چنین کنید. آمین. و بر این همه محبت را که کمربند کمال است بپوشید. آمین. آمین. آمین که شما عزیزان نیز این گونه کنید. از عزیزانی که با ما روی فیسبوک هستن سپاسگزار هستم که تا این وقت با ما بودید، و یا روی شبکه امید جاودان. شما عزیزان رو به دستان خدا می‌سپارم.